سلام به رویدادهای خبری استدیوی آزادی، با من جاوید نعیمی خوش آمدید. امروز 7 دی مطابق 27 جنوری است. سازمان عفو بین الملل از مقامهای پاکستانی خواسته تا منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون را بدون قید و شرط از بند رها کند. پلیس پشاور دیشب آقای پشتین را بازداشت کرد. بر اساس گزارش‌ها 9 تن دیگر از اعضای جنبش تحفظ پشتون هم از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل بازداشت منظور پشتین را اقدام غیر قانونی می داند. این سازمان در پیام در توییتر نوشته است پشتین به خاطر آزادی بیان که حق انسانیش به شمار می رود بازداشت شد. بر اساس گزارش ها بر منظور پشتین اتهام وارد شده که او به دولت پاکستان اهانت کرده است. دی خان پلیس په وینا باندې یاد درخواست باندې دا گرفتاری کړي دا او چې دا غي وجه مونږ معلومه کړانو دا غي شاته دی یو اف ای آر یادای چې په اتلسم تاریخ منظور پشتین صاحب په ډی خان کې د یو غونډې برخه وه. اول ته یې چې کومه وینا کړې ده د هغې وینا څه حصې په بنیاد باندې دی باندې دا اف آی آر شوې دی. په هغې کې مختلف دفعې لګېدلی دي. محسن داور عضو پارلمان پاکستان و یکی دیگر از اعضای رهبری جنبش تحفظ پشتون در توییترش نوشته که بازداشت منظور پشتین اراده آنها را نیرومندتر خواهد ساخت. او از حامیان این جنبش خواسته تا در واکنش به این رخداد خاموش بمانند. منظور پشتین از منتقدین اردوی پاکستان و طالبان به شمار می رود و چندین مرتبه اعتراضهای گسترده ضد اردو را رهبری کرده. جنبش تحفظ پشتون خواهان حقوق انسانی پشتونها بر بنیاد قانون اساسی پاکستان در آن کشور است. در شهر ووهان چین، جایی که مرکز شیوع ویروس کرونا است، نزدیک به 60 محصل افغان به سر می برند. آنها می گویند چین برایشان اجازه نمی دهد تا این شهر را ترک کنند. وزیر صحت عامه افغانستان از وضعیت این محصلان ابراز نگرانی می کند. ویروس کرونا تا حالا بیش از 80 قربانی گرفته است. در همین شهر که وحشت و نگرانی از گسترش ویروس کرونا رو به افزایش نهاده، 56 محصل افغان هم گیر ماندند. آنها نگرانند که مبادا شیوع این بیماری زندگی آنها را با خطر روبرو سازد. تمام شهر قرنطین شده، هیچ کسی بیرون رفتن نمیتونه، تمام ساحات بنده و شهر همش وحشت زده است، همگی از ترس بیرون رفتن نمیتونن. همزمان با این فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان میگوید قرنطین کردن بهترین شیوه جلوگیری از شیوع ویروس است. اگر څوک چې افغانستان ترازی د چین نه میدانی هوایی میدانو که دوی مراقبت کیگی، دوی سر خبری کیگی، کچیر تا دوی که اعراض، علائم یا شک پیدا سی، ارت زمینه لرو چی دوی قرنطین کو یا ارت بندیزو لگو یا گوشه زای وساتو مراقبت لانده. وزیر صحت افغانستان میگوید از این که از افغانستان پرواز مستقیم به چین صورت نمیگیرد، نگرانی هم از وارد شدن ویروس خیلی اندک است. ویروس کرونا تا امروز در چین 81 قربانی گرفته. کشورهای مختلف جهان با پروازهایی که از چین وارد می شوند برخورد خیلی جدی می کنند و میدانهای هوایی را با دستگاه‌های تشخیص مجهز ساختند. فلسطینیان بر ضد پلان صلح آمریکا در غزه دست به راهپیمایی زدند. اعتراض‌های ضد آمریکایی چند ساعت پس از آن آغاز شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پلان صلحش را به رهبران اسرائیل و فلسطین پیشکش کرد. فلسطینیان به پلان صلح آمریکا میان فلسطین و اسرائیل این گونه پاسخ دادند و آن را رد کردند. نخستین بار نیست که پلان صلح منطقه پیشنهاد می شود. سازمان ملل متحد، آمریکا، مصر و عربستان سعودی پیش از این هم برای برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطین تلاش کردند. محمد اشتیه صدر اعظم فلسطین میگوید پلان فعلی صلح آمریکا به نفع اسرائیل است. مرحله نخست این پلان که توسعه اقتصادی را به همراه دارد در بحرین افتتاح شد. این پلان با شعار نخست اقتصاد، خواهان سرمایه‌گذاری 50 میلیارد دلاری به هدف توسعه اقتصاد در فلسطین و چند کشور عربی در منطقه می شود. دوستداران کوبی براینت، اسطوره دنیای باسکتبال، از مرگ او در تقریبا تمامی جهان ابراز تأسف کردند. براینت با دختر 13 سالش و 9 تن دیگر در نتیجه سقوط هلیکوپتر در آمریکا جان داد. همه اینجا
برای عزاداری از مرگ کوبی براینت در لاس آنجلس جمع شدند. قهرمان NBA یا باسکتبال در سطح جهانی علاقه‌مندان زیاد داشت. در صحنه هوایی جینا دختر 13 ساله براینت هم جان داده است. کوبی براینت 41 ساله بود و پیشتازترین ستاره باسکتبال جهان به شمار می رفت. او در بازی های المپیک هم دو مرتبه مدال طلا گرفت و در 5 رقابت قهرمانی کاپیتان تیم لیکرز در باشگاه باسکتبال لس آنجلس بود. او در سال 2016 میلادی با بزرگترین دستاوردها در تاریخ باسکتبال بازنشسته شد. مراسم عروسی دست جمعی 10 زوج به صورت مشترک در کراچی برگزار شد. تمامی زوج‌ها هندوهای پاکستان هستند که اقلیت کوچک در آن کشور به شمار می‌روند. برای 80 زوج روز خوشحالی است که به صورت مشترک در کشوری که حضور هندوها خیلی اندک است این گونه مراسم برگزار می‌کنند. اکثر اینها توانایی مالی خیلی ضعیف دارند، اما خانواده‌های هندو در پاکستان مصرف این مراسم را به صورت مشترک پرداختند. با آنکه این اقلیت در پاکستان خیلی با محدودیت روبرو نیستند، اما کاروبارشان در سطح بسیار پایین است. اکثریت آنها به حیث خدمه و صفاکار در دفترهای دولتی و شخصی مشغولند. زوجهای تازه عروسی شده میگویند که در حال حاضر جوانان زیاد بنابر نداشتن منابع مالی از ازدواج باز ماندند، اما ابتکار سایر خانواده ها جهت جمع‌آوری پول مشترک برای جوانان ناتوان فرصت تشکیل خانواده را می‌دهد. ازدواج گروهی اقلیت هندوها در پاکستان، سپاسگزارم که با استدیوی آزادی همراه بودید. تازه ترین اطلاعات در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هر لحظه در دسترس شماست. وقت خوش داشته باشید.